خب ویدیو دوم رو آغاز می کنیم با ادامه آموزش آپاچی گواکمال، و قبل از اون دو تا مطلب رو من فراموش کردم بگم از ویدیو قبل. یکی این که مربوط میشه به خود همین در واقع بیتنامی و این پکیجی که آماده داریم. ما وارد در واقع کنسول شدیم و در واقع یک سری بررسی انجام دادیم، دیدیم که خب این پکیج کاملا آماده است، حتی رول هایی که لازم توی فایروال نوشته بشه رو که نیازه که ما در واقع داشته باشیم که بتونیم اجازه داشته باشیم که بتونیم وب رو باز بکنیم، دسترسی داشته باشیم، کاملا اوکی 443 باز هست. و اینکه اصلا نیازی نیستش که بخواید در واقع شبکه جدید ایجاد بکنید، نتورک جدید داشته باشید، کارت شبکه ایجاد بکنید، همه اینا ایجاد شده هستش. و اینکه ما سعی کردیم حالا تغییرات هم ایجاد کنیم، به ما اجازه نداد چون در واقع رید آنلی هستش، همه کارا رید آنلی شده و از لحاظ امنیت هم خب در واقع میشه گفتش که شرایط خوبی داره. و مطلب دوم این که اگه ما بخوایم از در واقع هایپر وی استفاده بکنیم توی مود در واقع هایپر وایزرمون هایپر وی و میخوایم توی اون در واقع مود کار بکنیم، میتونیم اون فایل وی ام دی کی رو به فایل VHDX تبدیل بکنیم که قابل شناسایی برای هایپر وی و توی هایپر وی هم میتونیم از در واقع از این بیتنامی استفاده بکنیم. اما برگردیم به آموزش و خب برگردیم توی این کنسول. خب وقتی که شما در واقع کانکت میشید به این سرویس، اولین چیزی که مشاهده میکنید یک صفحه خالی هستش که خب خام هست و این کانکشن ها وجود ندارن، این کانکشن ها اینجا وجود ندارن، اینجا کاملا خالی هستش و شما باید شروع کنید به ایجاد کانکشن و یوزر ساختن. خب یوزری که من اینجا الان وارد شدم گواک ادمین هستش. میام تو قسمت ستینگ و خب تپ های مختلفی داره که با هم بررسی میکنیم. توی قسمت اکتیو سشن همینطور که میدید من یک سشن هم در واقع اکتیو هست، از این طریق من میتونم این سشن رو ببندم و قطعش بکنم. تو قسمت هیستوری در واقع یک تاریخچه ای از ریموت هایی که من زدم از طریق آپاچی رو نشون میده که با چه یوزر نمی اتفاق افتاده، چه تاریخی بوده و چه ساعتی بوده، دیوریشنش چه بود، در واقع چه تایمی بوده و چه نامی داشته و در واقع به کجا ریموت زده شده. این هم آی پی هاستی که ریموت زده شده رو نشون میده. تو قسمت یوزرز خب الان دو تا یوزر وجود داره، گواک ادمین که به صورت پیشفرض وجود داشت، من خودم یک یوزر جدید ایجاد کردم به نام ادمینستریتور، میتونی بهش فول نیم بدی، اورگانایزیشن بهش بدی و بحث اکتیو بودنش اینجا نشون میده. اگه بخواید یوزر جدید ایجاد بکنید از گزینه نیو یوزر استفاده میشه. اینجا یوزر نام میدیم، پسورد میدیم، پسورد رو تکرار میکنیم، تو قسمت پروفایل فول نیمی براش میدیم، اگه ایمیلی میخوایم ایمیل وارد میکنیم، اورگانایزیشنش رو وارد میکنیم و رول بهش میدیم. توی قسمت رستریکشن میتونیم اکانت رو محدود بکنیم به تاریخ و زمانهای مورد نظرمون، چه تاریخی و تو چه زمانی دسترسی داشته باشه، تو چه تاریخی دسترسی نداشته باشه و باقی موارد. تو قسمت پرمیشن خب پرمیشن های مورد نظر رو میتونیم تیک بزنیم، اگه بخوایم فول کنترل بهش بدیم همه اینا رو تیک میزنیم، دسترسی ادمین داشته باشه و اینجا هم کانکشن هایی که در واقع وجود داره رو و کانکشن هایی که میتونه این بهشون در واقع ریموت بزنه رو نشون میده. تو قسمت گروپ ما میتونیم گروه های مختلفی ایجاد بکنیم، یوزرها رو داخل اون قرار بدیم، برای مقاصد خاصی قطعا میشه در واقع مورد استفاده قرارش داد. و تو قسمت کانکشن که کانکشن های موجود رو نمایش میده، اگه میخوایم کانکشن جدیدی ایجاد بکنیم توی قسمت نیو کانکشن میریم. خب اینجا نام دلخواه بهش میدیم، لوکیشن که روت هستش، در واقع سیستم خودم داره استفاده میکنه، پروتکلش رو همونطوری گفتیم از پروتکل های استانداردی مثل VNC، تلنت، SSH، RDP و این پروتکل در واقع استفاده میکنه که مورد RDP, VNC و SSH رو ما بررسی می‌کنیم. تلنت به دلیل اینکه حالا کلیر تکست و امنیت نداره و SSH جایگزین مناسبی برای اون مورد بررسی قرار نمیدیم. به عنوان مثال من نام SSH رو بهش میدم، پروتکل رو روی حالت SSH قرار میدم و خب می‌خوایم مورد دیگر رو بررسی بکنیم. اینجا میگه که تعداد در واقع ماکسیمومی که پشت در واقع کانکشن زد چقدره، میتونیم تعیین بکنیم محدودیت قائل بشیم و همینطور برای هر یوزر میتونیم این رو تعیین بکنیم. و
بحث لود بالانسینگ هست، بحث گواکت یا همون پروکسی هستش که ما اینو چون کانفیگ کردیم نیازی بهش نداریم. تو قسمت پارامتر بعد این فیلدها رو پر بکنیم، اگه هاست نیم، اگه نام براش داریم میتونیم نام وارد بکنیم، اگه نام در واقع شناخته میشه براش DNS وجود داره، اگه نه میتونیم آی پیش رو اینجا وارد بکنیم، یعنی آی پی مقصدی که ما میخوایم ریموت بزنیم و اینجا وارد میکنیم. پورت لازم نیست زده بشه چون پورت پیش ورز رو میشناسه، اگه ما اس اس اچ میزنیم 22، اگه آر دی پی میزنیم 3389، همه که بخوایم پورت رو از حالت پیش ورز در بیاریم و یک پورت کاستماایز شده براش قرار بدیم، اینجا میتونیم اینو وارد بکنیم. از قسمت اتنتیکیشن، یوزری که در واقع دسترسی داره و میتونه SSH بزنه یا ریموت بزنه رو اینجا تعیین میکنیم و پسوردش رو میدیم و باقی موارد که مربوط به دیسپلی میشه از اینجا میتونیم فونت سایزش رو تغییر بدیم، فونتش رو میتونیم کوچیک بکنیم با اینه چون ابتدا خیلی بزرگی فونتش، میتونیم اینجا فونتش رو بیاریم راحت 14 بذاریم به عنوان مثال. و خب باقی موارد، و اگه بخوایم در واقع بحث آپلود و دانلود رو داشته باشیم بتونیم فایل رو ترانسفر بکنیم، این انیبل SFTP رو میزنیم و اینجا اسلش رو در واقع قرار میدیم و سیو میکنیم. همینطور اگه بخوایم در واقع پروتکل رو تغییر بدیم و از به عنوان مثال RDP استفاده بکنیم و اسم این رو بذاریم RDP به عنوان مثال، یه سری تغییرات داره، اینا که ثابته، هاست نیم و پورت رو میدیم، اینجا اتنتیکیشن، باز اینجا یوزری رو بعد توی در واقع ویندوز اگه بخوایم RDP بزنیم بعد یک یوزری رو داخل ویندوز در واقع دسترسی بهش بدیم و اجازه ریموت زدن رو صادر بکنیم، توی گروه ریموت دسکتاپ ادش بکنیم و اینجا پسوردش رو بدیم، اگه دامینی داریم میتونیم دامین وارد بکنیم، اگه سکیوریتی مودی نداریم میتونیم روی حالت انی قرار بدیم و از انی استفاده بکنه، اینم ایگنور سرور سرتیفیکیت که نمیخوایم سرتیفیکیتی برامون داشته باشه. پوینتر هم یک سری در واقع تنظیمات دیگه هستن که میتونیم در واقع صفحه نمایش در واقع طول و عرضش رو و عمقش و رزولوشنش رو داشته باشیم، تغییرات ایجاد بکنیم. به عنوان مثال اینجا بخوایم اگه از در واقع کپی بشه از ریموت دسکتاپ دیسیبلش بکنیم، این رو قرار میدیم، اگه بخوایم دیسیبل پاسینگ فرام کلاینت بکنیم، این رو قرار میدیم و باقی موارد. و خب SFTP هم اینجا لازم نداریم و این رو سیو میکنیم. همینطور برای حالت VNC هم هیچ فرقی نداره، یعنی این تنظیمات رو اینجا همونطور انجام میدیم. خب و تو قسمت پریفرنس هم خب در واقع یک سری حالا باز تنظیمات کلیه که میتونید تایم زون رو اینجا در واقع طراحی بکنید، تنظیم بکنید. اینجا هم پسوردامون رو داریم که میتونیم پسوردامون رو ببینیم و در واقع یه سری تنظیمات مربوط به خود همین کنسول است که خیلی هم بهش نیاز نمیشه. اما برگردیم به همون پیج هوممون، یک نمونه SSH تست رو من اینجا آوردم که در واقع به این سیستم اوبونتو قراره که ریموت بزنیم. خب الان من بس شدم و اینجا میتونم در واقع ریموت زدم و میتونم در واقع بس بشم و استفاده بکنم از اوبونتو از راه دور. از طریق نگرداشتن در واقع کلید Alt و Control و Shift من از این طریق میتونم بحث آپلود و دانلود رو داشته باشم. به عنوان مثال یک فایل، یک در واقع یک متن رو اینجا در واقع ذخیره کنم، در واقع ثبتش بکنم، بیام توی قسمت Devices، اونجایی که اون متن ذخیره شده رو پیدا بکنم، انتخاب بکنم و اون رو دانلود بکنم روی سیستم فیزیکیم داشته باشم، یا برعکس هر فایلی که میخوام توی اوبونتو داشته باشم از گزینه آپلود فایل استفاده بکنم، پیدا بکنم و اون رو آپلود بکنم داخل اوبونتو. خب فقط نکته که من فراموشم شد اینه که توی ویندوز 10 اگه ما میخوایم در واقع RDP بزنیم و ریموت داشته باشیم، باید دو تا از در واقع پارامترهای داخل رجیستری سیستم رو تغییر بدیم که توی فایل ورد اونجا این رو قرار میدم که اونجا هم ببینیم و اگه اون رو تغییر ندید قابل به ریموت زدن به ویندوز 10 و ویندوز سرور 2016 نخواهیم بود. خب RDP رو تست بکنیم به ویندوز 7. خب این پیغام یک پیغام خطاه که میگه
فعلا آن ریچیبله. بریم ببینیم مشکل چیه. خب من وارد ویندوز 7 میشم. ابتدا کارت شبکه‌شو چک میکنم که باید ارتباطات در واقع لایسه ای برقرار باشه. خب بریج رپلیکیت شده. آی پیش رو چک میکنم. آی پیش هم خب 1.4 هست، رنج هستش و اینا باید پینگ همدیگر رو داشته باشن. من پینگ در واقع سرویس آپاچیمو دارم، پس ارتباطات در واقع شبکه اوکی. برگردیم توی در واقع کانکشن، احتمال داره که آی پی تغییر کرده باشه به خاطر اینکه به صورت از دی سی پی آی پی میگیره و این سیستم خاموش بوده، وقتی روشن شده احتمالاً آی پی جدیدی گرفته باشه. بله دقیقاً الان اینجا آی پیش تغییر کرده. بعد 4 رو قرار بدیم، یوزرنیم RDP که یوزرنیمی اینجا من تعریف کردم. اگه توی سم لوکالش بریم تو قسمت یوزرها، این گست اینجا در واقع RDP اینجا ساخته شده. توی گروپ ها بریم توی قسمت ریموت دسکتاپ اینجا اد شده. خب پس صرفا باید IP رو تغییر میدادیم و اینجا رو حالت انی قرار گرفته، بقیه موارد رو هم میتونیم داشته باشیم و تنظیم کنیم. حالا تست میگیریم، برمیگردیم به پیج هوم، از اینجا سعی میکنیم که ریموت رو بزنیم. خب یک لاگان یک مسیج میده و ما وصل میشیم به ویندوز 7 از طریق پروتکل RDP. تا این اوکی